حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران قدرت نظامی ایران، سلام. به یه برنامه دیگه از این کانال خوش اومدید. در دنیای امروز عرصه نبردها دگرگون شده. دیگه خبری از سفارای گسترده و نبردهای تن به تن نیست. در این بین پرنده های از جنس قدرت میداندار عرصه شدن. پهپادها، این پرنده هایی بدون سرنشین جایگاه خودشون رو در بین تجهیزات نظامی ارتش های جهان به سرعت تثبیت کردن. عدم نیاز به پایگاه های بزرگ، سادگی تعمیر و نگهداری، به کارگیری آسان و مهمتر از همه عدم وجود تلفات انسانی، پهپادها رو به گزینه جذاب برای فرماندهان نظامی تبدیل کرده. جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. در سالهای اخیر شاهد پیشرفت های چشمگیری در زمینه طراحی و ساخت پهپاد در کشورمون بودیم. یکی از بارزترین نمونه های این پیشرفت پهپاد شاهد 129. در ادامه به بررسی ویژگی های این پرنده قدرتمند خواهیم پرداخت و همچنین به پررنگترین عملیات هایی که این پرنده در اونها نقش مهمی داشته میپردازیم. تا پایان با ما همراه باشین و اگه تا حالا به حاشیه نیوز نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. پهپاد شاهد 129 ایرانی در مقایسه با خیلی از پهپادهای دیگه مزایای متعددی داره که برتری اون رو نشون میده. بعضی از این مزایا عبارتند از برد عملیاتی. شاهد 129 با برد عملیاتی 1700 تا 2000 کیلومتر قادر به انجام ماموریت‌های دوربرد بدون نیاز به سوختگیریه. این برد عملیاتی در مقایسه با خیلی از پهپادهای همرده خیلی قابل توجهه. این پهپاد میتونه تا 24 ساعت به طور مداوم پرواز بکنه. این ویژگی به پهپاد شاهد 129 اجازه میده تا برای مدت طولانی در آسمان بمونه و به انجام ماموریت‌های نظارتی و شناسایی بپردازه. شاهد 129 میتونه 4 تا موشک هوشمند سدید رو هم بکنه. این موشک‌ها از دقت بالایی در هدفگیری برخوردارن و میتونن علیه اهداف مختلف زمینی و دریایی مورد استفاده قرار بگیرن. پهپاد شاهد 129 در مقایسه با خیلی از پهپادهای مشابه خیلی ارزون تره. این موضوع پهپاد شاهد 129 رو به یک گزینه مقرون به صرفه برای ارتش‌های مختلف تبدیل کرده. شاهد 129 به سامانه‌های جنگ الکترونیک هم مجهزه که به اون اجازه میده تا در برابر جنگ‌های الکترونیکی دشمن مقاومت بکنه. این پهپاد از سامانه ناوبری دقیق و پیشرفته‌ای بهره میبره که به اون اجازه میده تا با دقت بالایی در مسیر خودش حرکت بکنه و به هدف مورد نظر برسه. پهپاد شاهد 129 از قابلیت‌های پروازی بالایی برخوردار و میتونه در شرایط مختلف جوی پرواز بکنه. این پهپاد به گونه‌ای طراحی شده که قابلیت ارتقا داره و میشه در آینده سامانه ها و تجهیزات جدیدی رو به روی اون نصب کرد. پهپاد شاهد 129 در میدان نبرد واقعی توانمندی های خودش رو به اثبات رسونده. این پهپاد در جریان حضور داعش در سوریه نقش مؤثری در انهدام اهداف دشمن ایفا کرده. این پهپاد تماما ایرانی که در سال 1391 با حضور فرماندهان ارشد سپاه رونمایی شد، نمادی از اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در عرصه پهپاد هاست. این پرنده 8 متری با بالهای 16 متری تا حالا در انحصار آمریکا بوده، اما متخصصان ایرانی با عزم راسخ تلسم ساخت اون رو شکستن. شاهد 129 در دو نوع تولید انبوه میشه و از ارتباط ماهواره‌ای استفاده میکنه. بدنه کامپوزیتی این پهپاد استحکام و پایداری بالایی به اون میده. پیشرانه قدرتمند روتاکس 914 توانایی حمله 4 تا موشک هوشمند سدید با وزن 400 کیلوگرم رو به این پرنده میده. ملخ سپره و سکان وی شکل شاهد 129 مانور و پروازی دقیق رو برای اون به ارمغان میاره. شاهد 129 فقط یک پهپاد نیست، بلکه نمادی از خودباوری، خلاقیت و اراده ایرانیان برای فتح قله‌های پیشرفته. مهر ماه 1392 نقطه عطفی در تاریخ پهپادهای ایران بود. در این ماه پهپاد شاهد 129 با حضور فرمانده کل سپاه عملیاتی شد و قدرت و دقت خودش را به رخ جهانیان کشید.
سامانه کنترل و ارتباط این پرنده توسط صنایع سا ایران ساخته شده و دوربین نظارتی و هدفگیری عقاب 6 هم توسط صنایع اپتیک ایران به روی اون نصب شده. این دوربین چشمانی تیزبین به شاهد 129 میده که قادر به شناسایی دقیق اهداف در شعاع 1700 کیلومتریه. شاهد 129 میتونه تا ارتفاع 7620 متری پرواز بکنه و تا 24 ساعت بدون نیاز به سوختگیری به انجام ماموریت بپردازه. این پرنده با هزینه عملی خیلی پایین قادر به انجام ماموریت‌های مختلفی از جمله مقابله با تروریست‌ها، کشف و شناسایی در مرزهای آبی و خاکی، ماموریت‌های زیست محیطی، نقشه‌برداری و تهیه عکس‌های هوایی. نسخه مجهز به هدایت ماهواره‌ای این پهپاد قدرت و انعطاف‌پذیری اون رو بیش از پیش افزایش داده. توی نمایشگاه توانمندی‌های راهبردی نیروی هوافضای سپاه شاهد 129 پرنده بدون سرنشین ایرانی به رادار تصویربرداری سار مجهز شده. این رادار انگار چشمانی تیزبین به این پرنده قدرتمند می‌ده تا در هر شرایطی تصاویری دقیق و با کیفیت از زمین تهیه بکنه. رادارهای سار با استفاده از امواج رادیویی نقشه‌های دقیق از سطح زمین تهیه می‌کنند. این رادارها در هر ساعت از شبانه روز و در هر شرایط جوی قادر به تصویربرداری هستند. تصاویر تهیه شده توسط رادار سار تفکیک پذیری بالایی داره و می‌تونه در کاربردهای مختلف نظامی و غیر نظامی مورد استفاده قرار بگیره. مجهز شدن شاهد 129 به رادار سار گامی مهم در ارتقای توانمندی‌های این پرنده هستش. این پهپاد با چشمانی تیزبین‌تر و قدرتی افزون‌تر در راه حفظ امنیت و اقتدار ایران اسلامی گام برمی‌داره. شاهد 129 فقط یک پهپاد نیست، بلکه نمادی از قدرت و اقتدار ایران اسلامیه. این پرنده در میدان نبرد واقعی توانمندی‌های خودش رو به اثبات رسونده. در جریان حضور داعش در سوریه، حداقل 2 فروند شاهد 129 در اختیار محور مقاومت قرار گرفت. این پرنده‌ها با شلیک 700 تیر بمب اهداف متخاصم داعش رو منهدم و وحشت رو در دل دشمنان ایران انداخت. ایران حالا در زمره معدود کشورهای جهانی که در زمینه طراحی، توسعه و ساخت انواع مختلف پهپادها روندی رو به پیشرفت داره. این پیشرفت با توجه به نقش آفرینی پهپادها در نبردهای زمینی، هوایی و دریایی و همچنین توی خیلی از حوزه‌های غیر نظامی از اهمیت روزافزونی برخورداره. در زمانی که دشمنان به دنبال توقف پیشرفت ایران اسلامی هستند، دستیابی به همچین دستاوردهای بزرگی گواه این واقعیتی هستش که ما میتوانیم رو تبدیل به شعاری کردی که فقط روی کاغذ نیست، بلکه بارها دل دشمنان رو لرزونده و ابهت پوشالی اونها رو در هم شکسته. ممنون از اینکه تا پایان با هاشی نیوز همراه بودین. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.